روز جهانی صلح‌بانان سازمان ملل گرامی باد. 29 ماه می روز جهانی صلح‌بانان سازمان ملل فرصتی برای ادای احترام به همه مردان و زنانی است که در عملیات صلح سازمان ملل متحد خدمت کرده و می کنند. روز به بیش از 1 میلیون مرد و زنی ارج می نهیم که از زمان نخستین مأموریت حفظ صلح در سال 1948 تا کنون به عنوان صلح‌بانان ملل متحد خدمت کرده و کوشیده اند تا مانع از برخوردهای نظامی بین دولتهای متخاصم شوند و از این طریق جان انسانهای بیشماری را از آسیب جنگ دور نگه داشتند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد موسوم به کلاه آبی ها از نیروهای نظامی، سربازان، افسران پلیس و نیروهای غیر نظامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد ایجاد شده است که بخشی از نیروی خود را داوطلبانه در اختیار سازمان ملل متحد قرار می دهند تا زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل انجام وظیفه کنند. به گروه های غیر نظامی شرکت کننده در عملیات حفظ صلح گروه ناظر یا هیئت نظارت و به نیروهای نظامی شرکت کننده نیروهای پاسدار صلح میگویند. نخستین هیئت های نظارت سازمان ملل متحد جهت عملیات حفظ صلح سازمان نظارت بر آتش بس ملل متحد در خاورمیانه در سال 1948 و گروه ناظر نظامی ملل متحد در هند و پاکستان در سال 1949 بودند و نخستین حضور نیروهای پاسدار صلح در عملیات نیروی فوری سازمان ملل UNEF در جریان بحران کانال سوئز سال 1956 انجام شد. صلح‌بانان در نقاط مختلف جهان که احتمال شعله ور شدن آتش جنگ می رود با به خطر انداختن جان خود هر روزه از مردان، زنان و کودکان در مقابل ویرانی و مرگ حفاظت می کند. به تجربه مشخص شده است که حضور نیروهای زن در عملیات حفظ صلح نیازی مبرم و اساسی است. در بسیاری از موارد زنان می توانند وظایف و مأموریت‌های نیروهای حافظ صلح نظیر کمک‌های رواندرمانی و جمع‌آوری اطلاعات در خصوص قربانیان خشونت‌های جنسی و فیزیکی، همکاری با زندانیان زن، استقرار مجدد آرامش و برگرداندن زنان درگیر در مناقشات و درگیری‌های بین‌المللی به زندگی شخصی و کمک به آموزش نظامی دانشجویان نظامی زن در آکادمی‌های پلیس را با کیفیت بهتری انجام دهند. تا کنون 30% از نیروهای نظامی حافظ صلح را زنان تشکیل داده‌اند. به تازگی 3 زن سمت نماینده ویژه دبیر کل و 3 زن سمت قائم مقام نماینده ویژه دبیر کل در عملیات حفظ صلح را بر عهده گرفتند. ایران نیز پس از آن که بنیه نظامی و توان اقتصادی لازم را در دهه 1970 به دست آورد، به عنوان کشوری صلح دوست با سازمان ملل در امر حفاظت از صلح و جلوگیری از وقوع جنگ به همکاری پرداخت و یگانی را به این امر اختصاص داد. این یگان معروف به کلاه‌آبی‌های ارتش، یکی از زیرشاخه‌های نیروی زمینی ارتش ایران و اداره عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد به حساب می آید. نظامیان این یگان دوره‌های مختلفی را از جمله زبان تخصصی، زبان انگلیسی و موارد بسیار دیگر فرا می گیرند و خود را برای همکاری با نیروهای سایر کشورها در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد آماده می سازند. در ماه مارس 1978 برابر فروردین 1357 واحد کلاه آبی های ارتش شاهنشاهی ایران در اولین مأموریت خود برای نظارت در برقراری صلح
در مرزهای لبنان شرکت کردند. در سالهای پس از آن نیز واحد کلاه‌آبی‌های ارتش ایران به همکاری خود با سازمان ملل متحد ادامه داده است. از تأسیس سازمان ملل متحد در پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 تا کنون شرایط و نظام جهانی تغییر بسیاری کرده است. در حالی که منشور مصوب سال 1945 سازمان ملل از همه کشورهای صلح دوست می‌خواهد در کنار اعضای مؤسس سازمان ملل قرار گیرند و به همکاری بپردازند، کوفی آنان دبیر کل وقت سازمان ملل در سال 1998 تعریف جدیدی از لزوم گسترش مشارکت جامعه جهانی برای همکاری ارائه داد. وی گفت تا به حال سازمان ملل تنها با دولت‌ها به مذاکره می‌پرداخت. حال می‌دانیم که صلح و رفاه بدون شراکت میان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، اقتصادی و جامعه مدنی ممکن نیست. در جهان امروز همه ما به یک دیگر وابسته هستیم. در دوره‌ای که جهان دهه هاست به خاطر گسترش ارتباطات به دهکده‌ای تبدیل شده است، برای میلیون‌ها نفری که در کشورها و مناطق گوناگون در سایه تخاصمات و احتمال بروز درگیری و جنگ زندگی می‌کنند، حفظ صلح نیازی حیاتی و تنها امید امروز و آینده زندگی است. در جهان کنونی این تنها وظیفه حکومت‌ها نیست که با هم برای حفظ صلح و حفاظت از مردم و پیشبرد صلح پایدار همکاری کنند، بلکه جامعه مدنی که در برگیرنده همه شهروندان است نیز می‌باید در امر خطیر پاسداری از صلح و جلوگیری از برافروخته شدن آتش جنگ در هر جای این دهکده بزرگ نقش مؤثری بر عهده گیرد. نقش خود را در تأمین صلح و آرامش و آسایش همگانی فراموش نکنید.